پنج اخراجی در لو کلاسیک سوپر جنجالی، دومین شکست پای پای نایب قهرمان اروپا. پاری سن ژرمن در دربی حساس فوتبال فرانسه با نتیجه 1-0 مقابل المپیک مرسی شکست خورد. دیداری که در دقایق پایانی با جنجال کشیده شد. شاگردان توماس توخل که در اولین دیدارشان در رقابت‌های فصل جدید فوتبال فرانسه مغلوب لنز شده بودند، امشب نیز در خانه برابر المپیک مرسی شکست خوردند. شکستی که در دقایق پایانی با جنجال بزرگ همراه شد و با اخراج 5 بازیکن از دو تیم از جمله نیمار منجر شد. تا گل پیروزی بخش مارسی در این دیدار فلورنتوون در دقیقه 31 به ثمر رساند. روی یک ضربه آزاد از میان زمین پیسچی بود که ارسال بلند دیمیتری پایت مقابل دروازه به توون رسید و او هم با یک ضربه پای چپ دقیق کار را تمام کرد. این نتیجه در حالی تا پایین بازی پا بر جامان که توون در دقیقه 65 برای بار دوم دروازه پیسچی را باز کرد، اما داور به دلیل یک آفساید میلیمتری این گل را نپذیرفت. در پنجمین دقیقه از وقت اضافه نیمه دوم بود که اتفاقات جنجالی بازی رقم خورد. روی خطا در میانه زمین بود که بازیکنان دو تیم به شدت با هم درگیر شدند و حتی کار با مشت و لگت هم کشیده شد. پس از پایان درگیری ها داور دست به کار شد و جردن آماوی، لاوین کورزوا، بنتو و پاردس را از زمین اخراج کرد. لحظات بعد داور به سراغ وی ای آر رفت. بعد از مرور صحنه مشخص شد که نیمار هم ضربه به سر بازیکن حریف زده و به این ترتیب ستاره برزیلی پی‌اس‌جی هم از بازی اخراج شد. او زمان خروج از زمین با داور چهارمی بازی هم جارو بحث کرد. وانتور که از میکروفون کنار زمین شنیده میشد بازیکنان مارسی را به نجات پرستی متهم کرد. با این ترتیب توماس توخل در بازی های پیش رو نمیتواند از نیمار استفاده کند و این در حال است که کلور نواز، کلیان امباپه، مارکینیوش و ماورو ایکاردی هم به دلیل ابتلا به کرونا قادر به همراهی کردن تیمشان نیستند.